به نظرم برای اینکه حالا مقدمه شروع بکنیم اون جامعه رو تحلیل کردن، اول بفهمیم افکار عمومی چیه. خیلی ما میشنویم آقا افکار عمومی دارن فشار میارن، افکار عمومی فلان نظر دارن، افکار عمومی نمیپذیره. اینو خیلی شنیدیم، اما آیا افکار عمومی واقعا یه کلمه است؟ این در حد یه کلمه بازی با کلمات و مثلا اسم گذاشتن های ثقیل و سنگین و این چیزا، یا نه واقعا این جامعه در طول حالا حیات بشر به این اصل رسیده؟ این مهمه، اینکه چطور ما میخوایم در موردش صحبت بکنیم. خب حالا افکار عمومی یعنی روی سیاسیه، یعنی روی اجتماعیه، یعنی روی اقتصادیه، یعنی روی فرهنگیه. اگر اصلا اینا هست، تو کدوم شرایط چطور میشه با اینها برخورد کرد؟ ما کدوم قسمت پازل این افکار عمومی قرار میگیریم؟ اینا مهمه. آیا میتونیم در قبال اصلا افکار عمومی که دارن شکل میدن ما مقاومت بکنیم؟ اثر گذاریم یا اثر پذیریم؟ بله، مخاطب مثلا کنشگریم یا کنش پذیریم؟ خیلی مهمه. در خصوص افکار عمومی ابهام وجود داره، یعنی سوالات همیشه وجود داشته در ذهن حالا کسایی که علوم سیاسی میخوندن، علوم اجتماعی میخوندن، که اصلا عوامل مؤثر و شکل‌گیری افکار عمومی چیه؟ چه عواملی وجود داره که اصلا افکار عمومی شکل میگیره و این یه چیزیه که تو قانون اساسی هیچ کس نیست، تو قانون اساسی هیچ کشوری پیدا نمیکنید افکار عمومی، مثلا اصل 14 افکار عمومی باید فلان بشن، ولی وجود داره، یعنی همه جا هست. خب طبیعتا دوره اهل بیت هم همین بوده، قبل از دوره اسلام هم همین بوده، این فضا وجود داشته. وقتی اصلا توی اشل کوچکتر، شاید تو اون جامعه ما بیایم بریم میشه عشیره ها، خیلی را اعتقادش این بوده، طرف می گفت آقا باید این کارو بکنیم، طبق عشیره سر یه شطور 40 سال میجنگیدن، این از اون کشته، این باید از این کشته. هم در قومیت های مختلف این مسائل هست و شد. بله، تصور ذهنی. حالا این تصور ذهنی از یه خانواده، از یه عشیره، از یه ایل یه خورده بست پیدا بکنه، بیاد بالاتر، بشه یه جامعه گسترده تر در قبال یه هدف، خب این پس یه سری عوامل داره که تبدیل به یک حرکت مؤثر میشه. حالا مثبت و منفیشو کاری نداریم، اینکه حالا حتما بده، نه الزاما نه، خوبم میشه استفاده کرد. برای همین ما برای اینکه برسیم به این تحلیل جامعه، بعد پاسخ بدیم آقا چه چیزایی مؤثره.